خوش اومدی به چنل من. امروز اومدی موزه هوایی استانبول با کاپیتان محمد که یه سری هواپیما بهمون نشون بده، هواپیمای بازنشسته ترکیه، اصولا هم نظامی و فایتر. و این ویدیو رو اگه به هواپیما علاقه داری ببین که محمد قراره در مورد یه سری از این هواپیما یه سری توضیحاتی بهمون بده. خب از در ورودی که میای تو، اولین چیزی که میبینید یه فایتر این شکلی. من نمیدونم، محمد یه چیزایی بهم گفت میخواد، ولی گفتم خودش توضیح بده در مورد این فایتر بهتون. محمد جون این میکروفون دست شما، من دور این بچرخم. واقعا باید دورش چرخید. آقا این هواپیمایی که میبینین F-104 شرکت لاکیده، یه هواپیماییه که زمان خودش وقتی که ساخته شد واقعا معجزه‌ای بود. تمام رکوردهایی که یه هواپیمای جنگنده میتونه بزنه این همه رو یکجا زد. سه تا رکورد رو همزمان زد وقت تولید. یکی سقف ارتفاع بود که شرکت براش 100,000 پا ثبت کرد که خلبانای آمریکایی بیشتر باش زدن، تا 104,000 پا زدن. سرعت 2 ماخ بود که یعنی 2 برابر سرعت صوت بود، که بازم اون خلبانای تست پایلوت آمریکایی تا 2-4 با این زدن، یعنی یه رقم خیلی بیشتر. و تایم تو کلایم بود، یعنی زمانی که این هواپیما میتونه به سقف ارتفاعش برسه که خیلی کم بود. این هواپیما صفر، یعنی از سطح زمین تا 100,000 پا رو ماکسیمم 15 دقیقه میره. محمد گفتی اصطلاحی داشت این هواپیما، اصطلاحش این هواپیما داستان جالبی داشت. همونجوری که میبینین وینگ بسیار کوچیکی داره، به خاطر همین چانسای استال و سانحه‌اش خیلی بالا بود. مثلا این یکی از کسایی که اینو یکی از کشورهایی که خیلی اینو سفارش داد کشور آلمان بود، که تو حدود 6 سال 900 فروند از این سفارش داد. واو. و تو همین 6 سال بالای 292 فروند، آلموست 300 فروند این هواپیما سانحه داد و یه حدود 200 تا خلبان هم نتونستن ازش جون سالم ببرن. به خاطر همین توی آلمان این هواپیما معروف شد به ویدو میکر، یعنی که ویدو میشه بیوه، بیوه میشه، یعنی بیوه کارخونه بیوه ساز، به خاطر اینکه خیلی سانحه های بالایی داشت. آره اصلا دیگه تو خلبانا باب شده بود که کسی با این بره احتمال سانحه‌اش خیلی بالاست. و بعد از اون آلمان شروع کرد فروش این هواپیما، که من تا جایی که میدونم ارتش ترکیه تعداد زیادی از ارتش آلمان خرید. البته برعکس اون اتفاقی که توی آلمان و خیلی از کشورها افتاد، ارتش هوایی ترکیه موفق بود روی این هواپیما، یعنی تا تایم بازنشستگی این هواپیما سانحه‌اش آنچنان چشمگیر نبود، یعنی بسیار پایین بود و موفق بود. خود نیستم در گذاشتنش. آقا چه حالی میده با یه خلبان بیا اینجا رو ببینی، توضیحاتی که میده خیلی خفنه. این فایتره ببین، عجب بلیدای خفنی داره ما هم از روی موتورش این عقب که من میدونم تکون میخوره، باز میشه و بالا پایین چپ راست میشه برای کمک کردن به منورابیلیتی بالای این هواپیما. خب این F-16 هواپیمای به نسبت جدیدیه، یعنی خب الان حدود 20 بالای 20 ساله که تولید میشه، هنوزم داره چی میگن، یعنی صفرش تولید میشه که ترکیه دوباره سفارش داد. دولت ترکیه برای اینکه خیلی هپی بود با این هواپیما، هواپیمایی که بسیار موفقه. اگه تو فیلم تاپگان 2 هم که ببینین، موریک حالا به خاطر اون مانوری که میخواستن انجام بدن، ماموریت که انجام بدن، دیدن که تنها هواپیمایی که میتونه تو رادار جمینگ و جاهایی که اطلاعات راداری رو مختل میکنن میتونه مانور بده و عملیات انجام بده، از این استفاده کردن. یعنی F-35 و F-22 براشون ممکن نبود و اون واقعی بود. و این F-16 هنوزم خب اکتیوه. الان جنریشن های جدیدش که یه ذره مودیفیکیشن داره تولید میشه و به زودی به کشور ترکیه میاد. ترکیش هم داره توی 2 تا بخش ازش استفاده میکنه، یه بخش که خب برای نظامی از فایتر هستن، یه قسمت نظامی دیگه هست که کنار اینا داره کار میکنه به نام سولو ترک. یه تیم دمانستریشن، یعنی فقط مانورهای هیجان انگیز میدن برای ایرشوها که بسیار موفق بودن و توی دنیا هم سر و صدا کردن. ببینم محمد، این دوتا چیزی که داریم میبینیم که موتور مثل اسپویلره، ایر بریک چیه این یا ریورسه، نمیدونم. ببین خب من این تایپ اصلا نه باش پریدم نه اطلاعی دارم، ولی خب چیزی که داره نشون میده قاعدتا میتونه ایر بریک باشه که حالا هم توی سرعت بالا هم بعد لندینگ میتونه، ولی واقعا دقیق اینو نمیدونم که بخوام کامل بگم. و نکته جالب اینجاست که چقدر از نزدیک فرق میکنه سایزش با اون چیزی که ماها فکر میکنه. تو احتمالا شاید تو فرودگاه خیلی از کنار هواپیمای خود دیدی، ولی ماها که ندیدیم
خیلی سایزش متفاوته برامون. چقدر عجیبه. آقا تو یه توضیحی در مورد این ریموف بیفور فلایت ها بدیگه، حالا جاسویشی هاش هم زیاد شده. آره خب چون جذاب بود جاسویشی هاش زیاد شده. این برای قسمت هایی که موقعی که هواپیما میخواد روی زمین باشه، عملیاتی نداشته باشه، پروازی نداره، چکی نداره، تکنیک قسمت فنی میاد یه سری از جای هواپیما رو که حساس هستن، مخصوصا جایی که حفره دارن مثل پیتو تیوب، جایی که ورودی دارن، میان اینا رو کاور میکنن که پرنده، حشرات، اینسکت چیز داخلش نره و برای پرواز بعدی نیاز به چک اکسترا نداشته باشه. چون که اگه اینا چیزی بره داخلش، خب ممکنه که مثلا اگه تو قسمت پیتو تو اینا بره، ممکن افتر تیک آف سرعت هواپیما رو آن ریلایبل نشون بده، باعث سانحه هواپیما بشه. اینا این تگای بزرگم روش به خاطر اینه که اتنشن گتر، یعنی اینکه کسی که میخواد پرواز کنه اگه یه وقت واحد فنی فراموش کرده باشه اینا رو، وقتی میاد هواپیما رو چک کنه به راحتی دیتک میکنه که یه قسمت ریموف نشده. به خاطر اینقدر تگای بزرگی میذارن تو هواپیمای مسافربری هم همین جوریه، مخصوصا برای قسمت‌های پیتوت و استاتیک و یه جایی از موتور و گیرپین‌ها هستن که این چرخ‌ها چون هیدرولیکی باز و بسته میشن، یه فشار هیدرولیکی میخوان که موتور اینو میده. وقتی موتور خاموشه بعد چند ساعت ممکنه این فشار رو از دست بده، باعث جمع شدن آن اینتنشنالی لندینگ گیرا بشه. به خاطر همین هواپیما گیرپین هم دارن که خب این چون لاک شده و سکیور شده براش نزدن. اونا رو هم که میزنن از زیر چرخا ریموف بیفور فلایت های بزرگی آویزونه که کرو قبل پرواز چک میکنه، مصمم میشه که اینا نباشه. همینجوری که بهتون گفتم خب واقعا حال میده وقتی با یه خلبان میای اینجا رو میبینی. حالا درسته که خلبان تجاری محمد، ولی اطلاعاتش خب خیلی کامله. این F4 فانتوم 2 چقدر جالبه. بسیار هواپیمای زیبا و موفقی بود. ایران همچنان عملیاتیه فکر کنم F4، و توی جنگ ایران عراق واقعا اینا کمک کردن، مخصوصا توی اینا پرپس که ایران استفاده کرد به عنوان بامبر ازشون استفاده کرد که یعنی هوا به زمین عملیات انجام بدم، آیتمای زمینی رو بزنم و بسیار هواپیما شیپش بسیار زیبا و خارق‌العاده است. یعنی شما الیویتور و وینگ و اینا رو نگاه کنین، هر کدوم یه حالتی، یعنی بسیار زیبا طراحی شده، یکی از چیزهای خیلی خاص بود. ولی با یه تفاوت اینا با هواپیمای ایران دارن که اینا F4 2020 ترمینیتورن، یعنی 2020 ترمینیتورن. اینا فرقشون با هواپیمای ایران چیه؟ چند سال پیش، حالا نمیدونم 10 سال، 15 سال یا هر چند سال، اینا رو ترکیه به یه شرکت اسرائیلی داد، اینا رو مودیفیکیشن انجام داد، کاکپیتش فول گلاس شد، یه سری سیستمای ناوبریش عوض شد و یه سری رادارهای اکسترا مجهز شد. یعنی هواپیما مثلا یه مودیفیکیشن انجام دادن که مثلا 20 سال بیاد جلو، یعنی با همرده هایی که داره مثلا تو 15 سال پیش تولید میشد بتونه برابری کنه و این هواپیما به نسبت هواپیما ایرانی خیلی مجهزتره. ولی از نظر پرفورمنس، بدن شیف و کارایی همونه، فقط یه سری سیستمای ناوبری و کاکپیت کلا عوض شد توسط یه شرکت اسرائیلی و اینم F4 2020 ترمینیتور. 2020 هم به خاطر این روش گذاشتن که قرار بود این هواپیما سال 2020 بازنشست بشه، ولی خب حالا مثل اینکه به خاطر نیازهای عملیاتی که به این هواپیما هنوز احساس میشد، کشور ترکیه هم تصمیم گرفت که کار با این هواپیما رو تا الان که 2024 هستیم ادامه بده و اون 2020 رو دیسریگارد کنه. این قسمت محمد دیگه فکر کنم جنگنده نیست دیگه. والا اینا رو دیگه من خودم هم زیاد شناخت ندارم چون که خیلی قدیمی هم، ولی خب این خیلی جالبه. موتور کوچیک جت داره، میتونن اینا مثلا برای اینیشیال کورس ها، خب میدونی که این خلبان های فایتر قبل اینکه پرواز با فایتر رو انجام بدن میان با یه سری هواپیماهای ساده تر مثل این پراپا و توربو پراپ هایی که میبینین با مانورابیلیتی بسیار بالا که تمام کاری که هواپیمای فایتر میکنه انجام میدن و اینم قاعدتا یکی از همونا بوده که اینا قبل اینکه بیان با جت های جنگنده آموزش خودشون شروع کنن، با اینا دوره های ابتداییشون رو میگذرونن و اینا هواپیمای بسیار قوی
و مانور مانورپذیری بسیار بالایی داره. یه سوالی محمد ازت بپرسم، فرق بال زیر و وسط و بالا، حالا یکیش که خب بحث اینه که بالا خب میدونم که مانورپذیری کمتری داره، درسته؟ هواپیما و به نسبت ویو بله. بهتری داره. ویو بهتری داره، به خاطر همین اصلا تو کتابای اولیه ایویشن میگه که بالای های وینگ که بالا نصب میشه، این هواپیما بیشتر برای دیدبانی خوبن، یعنی خلبان اکسس بسیار کاملی داره به پایین و خیلی مثلا توی جنگ ایران و عراق هم مثلا یه قسمت‌های پدافندی، قسمت‌های راداری ما که ضعف داشت، ارتش اومد از مثلا هواپیمای کشوری کمک گرفت، اینا با هواپیمای سسنا می‌رفتن صبح تا شب اونجا دو تا خلبان مانور می‌دادن تا موقعی که سوخت داشتن اون نقاط ضعف راداری اینا پوشش می‌دادن، یعنی یه کامبینیشن ورک بسیار زیبا بود. دوباره یه دونه دیگه از همون هواپیمایی که دم در ورودی بود F10 بود دیگه، درسته؟ F104 ببخشید. یه دونه از همین F104 اینجا داریم که اینجوری رو زمین بهتر. ستار فایتر چقدر خوشگله. دقیقاً چیزی که محمد میگفتی درسته، بال اصلا نداره تقریبا. فقط لیفت آف تراسته، یعنی فقط با انرژی موتور داره این پرواز میکنه. چقدر عجیب. حالا شما ببین هواپیما ها هرچی به سمت این میرن که از لیفت بالهاشون استفاده کنن بالها بزرگتر میشه، مثلا بزرگترین بالها به نسبت اندازه روی گلایدر هاست که اینا موتور ندارن، میاد از اون لیفتی که بال ایجاد میکنه اینا استفاده میکنن، ولی تو این هواپیما کاملا برعکسه، موتور انقدر قدرتمنده که بال هی کوچیک و کوچیکتر شده، حالا به خاطر مانورپذیری بالاش هم بوده. 50% بدنه اصلا موتور جته کلا. آره موتور بسیار، به خاطر همینه که همه رکوردها رو زد، رکورداش واقعا هنوزم فکر میکنم هنوز قابل، یعنی با هواپیمای جدید قابل رقابته. اینم که کنم شاید میشیم F100 موندم F100 به من بگی من یاد فوکر 100 میافتم که خودم باش پریدم، ولی خب همه هواپیمای نظامی من آشنایی ندارم. ببینین همون چیزایی که من همیشه تو فیلم ها دیدم محمد، این هواپیمای کامرشیال قدیمیه مال چه کمپانیه مد اینا چیه؟ مطمئن نیستم ولی فکر می‌کنم اینا لاکیت باشه. آره راست میگی. حالا میریم جلو چک میکنیم ببینیم، چون دو مدلش هم داره، هم 4 موتورشو داره هم 2 موتورشو. حالا میریم حالا نزدیک اینا رو میبینیم. چی میخونی؟ بالا یه سری اطلاعات شده هم میخونم، نوشته که هواپیما F102 هستش، آلفا هستش، ساخت آمریکاست و جالبه که زده که آل ودر کاندیشن رو پرواز میکرده ولی فقط دیلایت، یعنی توی روز قابلیت پرواز داشته. و اینکه حالا هم دولت ترکیه هم دولت یونان از این خریدن. این دوتا کشور هم جالبه، همیشه سعی میکنن توی قضیه هوانوردی با هم رقابت کنن، یعنی که همیشه سعی میکنن به خاطر یه سری استکاکایی که بینشون بوده همیشه سعی میکنن که هواپیمایی که میخرن مکمل هم دیگه باشه، یعنی ترکیه F16 سفارش میده اونا F16 سفارش میدن، ترکیه F35 سفارش داد اونا هم سفارش دادن که حالا اینجا متاسفانه F35 دلیور نشد. آره خب اینجا اون هلیکوپتری رو میبینم که همیشه تو ایران ما تصویرمون از هلیکوپتر اینه، محمد این چیه؟ یکی از چیزهایی که باعث شد منم به خلبانی علاقه منشم، اینا هر روز هر خونه ما پرواز میکردن، صداشون از صبح میومد، من خیلی دوست داشتم. اگه اشتباه نکنم این هلیکوپتر بله، بعد بذار حالا جلوترم بخونم حالا، ولی من با چند تا از خلبانای هلیکوپتر صحبت کردم که حالا با هم همکار شده بودیم، اینا گفتن که از نظر پروازی بل سخت‌تر از هلیکوپترهای دیگه است. اینم بازی هلیکوپتر نظامیه، این چیزی که داریم می‌بینیم این نظامی ترابریه، یعنی بیشتر ارتش ازش استفاده کردن چون همه نوع قابلیت داره، قابلیت حمل بار، نمیدونم از به عنوان مثلا آمبولانس میشه ازش استفاده کرد، هم حتی مثل این میتونی بغلش تیربار ببنده بره عملیات های شناسایی و سرچ اند ریسکیو، هر عملیاتی میتونه انجام بده، یه همه فن حریف این هلیکوپتر. حالا یه سری دیگه که در مورد هلیکوپترها جالبه، مثلا هواپیما بهشون میگن فیکس وینگ، یعنی اون جایی که ازشون لیفت و اینا به دست میارن فیکسه، هلیکوپتر میشه روتاری وینگ، یعنی وینگ چرخشی داره، این بلید بالا میچرخه و باعث میشه که هواپیما لیفت ایجاد کنه و کلایم کنه، ارتفاع به دست بیاره. اون موتوری هم که روی سقفشه برای اینه که حرکت رو به جلو رو داشته باشه، یعنی دو تا کامبینیشن، ولی خب این وینگش فیکس نیست، یعنی به خاطر همین میتونه عمودی تیک آف لندینگ بکنه. چقدر قیافه این عجیبه. چقدر این فکر کنم هواپیما ترک بوده.
چرخ این چیزای سیمیت فروشیه. این اصلا آهنگ ترکه به نظر من. جالب بله زده که ایروباتیکه. بعد مانیفکچر ماسون 2001. این چقدر شبیه هواپیما برادران رایت بیشتر. آره خیلی ابتدایی. جالبه یه هواپیمای ترابریه برای سال 1959 تا 71. کلن هم دو تا ازش دولت یعنی ارتش ترکیه خرید استفاده کرده. یه چیز جالبیه. محمد من یه سوالی از تو دارم. ببین خب تو الان هواپیمایی که داری باش پرواز میکنی هواپیمای فوق مدرنه، خب خیلی چیزا تغییر کرده نسبت به این هواپیما. به نظر تو مثلا حالا خلبان اون موقع که خیلی نمیدونستن که دارن چه ریسکی رو میپذیرن، ولی اگه سوار هواپیماهای امروزی شده بودن با دلهوره بیشتری سوار اینا نمیشدن، چون یه جوری اصلا وقتی نگاه میکنن خب اصلا اینا دنیای متفاوتیه. اون پرفورمنس بسیار پایینی که اینا داشتن موقع تیک آف لندینگ، یعنی الان همین هواپیمایی که تمام این هواپیمایی که میبینی توی آمریکا میتونی اکتیوش رو پیدا کنی. یه سری کلکسیونرها، کسایی که دوست دارن خریدن، حتی همون F-104 که دیدیم هنوز اکتیو توی آمریکا، یه سری ها میان توی ایرشو استفاده میکنن. این هم هست، من فیلماشو دیدم، یعنی موقعی که کلایم میکنه یه زمین بسیار وسیع جلوش میخواد که این تا اون ریت رو بگیر و بره بالا. یعنی اگه اینجا مثلا تیک آف میکرد تمام این ساختمان ها رو درو میکرد میرفت. پرفورمنس پایین، خب امکانات قدیمی تر، نویگیشن بسیار ضعیف، کاکپیت بسیار قدیمی و چند نفره، و حتی این سیستم دی آیسینگ این هواپیما حالت تیوبه، یعنی این قسمت مشکی که میبینی اینا پامپ میشه، یعنی موقعی که هواپیما تو حالت آیسینگ به خودش میگرفت یخ میزد، وقتی که خلبان وینگ انتی آیس رو روشن میکنه اینا این تیوب ها شروع میکنه، این تیوب مثلا چندم لاستیک باد میشه جمع میشه، باد میشه جمع میشه که این یخ ها رو روش بریزه. یعنی اصلا سیستم یه سیستم متفاوت بوده دیگه، ولی خب اویشن با اینا شروع کرد دیگه. یادت بهت گفتم تمام قوانین هوانوردی با خون نوشتن، اینا هم همه زحمت کشیدن، همه اینا رفت 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 جلو تا رسید به این هواپیمای جدید. هی بکاپ اومد، هی پیشرفت کرد. ولی اینا هم چیزای جالبیه، زمان خودشون هم بسیار سیف بوده، یعنی این چیز نبوده که فکر کنی خطرناک بوده برای اون زمان. اینا واقعا یه سنگار از فضا اومده بوده. به این هواپیمایی هم که میبینی به نسبت هواپیمای قدیمیه، ولی مال نیروی دریایی بوده. بعد این هواپیما میشنش، ماموریتش، یعنی به خاطر این ساخته شده که شناورهای دریایی و همچنین زیردریایی ها رو شناسایی کنه. حالا اینو چیزی توضیح نداده که آیا این قدرت تجهیز شدن به سلاح و اینکه بزنه زیردریایی رو داره یا فقط شناساییشون میکنه. فکر میکنم این چیزی هم داره، یه چیزی آره. درسته؟ آره، ولی باز مطمئن نیستم چون اونجا هم توضیح نداده، فقط گفته که این هواپیما برای شناسایی شناورها و زیردریایی‌ها بوده. خب این خیلی فیچر خوبیه که هواپیما بتونه زیردریایی رو شناسایی کنه تو اعماق. اصلا چه پروژکتور خفنی داره احتمالاً اینم. آره این قاعدتاً شاید یه نوع رادار باشه. و جالبش اینه که این هواپیما بعد از بازنشستگی این هواپیما رو دادن به آتش نشانی، یعنی برای خاموش کردن و جنگلا و اینا. پرپس این هواپیما رو کلا عوض کردن، یه مدت هم برای فایر فایتینگ کار کرد و بعدم بازنشست شده. ببین اینم دیگه کم کم داره فکر می‌کنم جنریشن های اولیه هواپیمای جت های امروزیه، یعنی بعد اینکه موتور اون موتورهای جت از داخل بال در اومد. جنریشن های اولیه موتور جت موتور داخل بال بود، یعنی وسط بال یه سی باز شده بود موتور توش بود. اینکه اینا اومد بیرون اولیش فکر میکنم کامت بود، بعد اینم یکی تو همون جنریشن، چون اگه نگاه کنی سایز ویندو هم بزرگه که بعدنها اینا سایز ویندو پسنجر اینا بعدن ها
حادثه های زیادی ایجاد کرد، مجبور شدن کوچیکش کنن و الان دوباره مثلا رسیدن به این تکنولوژی که بتونن اینا رو بزرگتر کنن، مثل هواپیمای 787 بوئینگ 787 که یکی از پنجره‌های بزرگو تقریبا بین هواپیمای مسافربری داره. ولی خب همونجوری که می‌بینید دیگه کلا شیپ عوض شده دیگه، تقریبا امروزی شده بوده تا حدی. اینم هواپیمای 360 ولی با اون 330 که شنیدین و ایران داشتیم و اینجا هم داره فرق داره. اون هرکولس آمریکاییه، این یه کامبینیشن ورک آلمان و فرانسه است، یه هواپیمای تری کرو ممبره. این هواپیما نظر از زاویه جلو هم اگه نگاه کنید یه ذره شبیه لاکیدای امروزیه که البته اونا جت شدن. و کاربریش چی بود؟ کاربریش ترابریه دیگه، نظامیه، ترابریه و به حالت نظامی میتونه پسنجر رو هم کنه. چون حالا میریم داخل احتمالاً بشه دید نوعی که هواپیمای نظامی ارتشی ها رو حمل میکنن فرق داره، یعنی اون سیتینگ و اون صندلی های قشنگ و اینا نیست، اینا تکه میدن به دیوار یا حالت یه نشیمنگایی داره که فقط بشینن و به دستینیشنشون برسن. ولی خب همین هواپیما اومد جلو که رسید به ایرباس A400 که الان فرانسه داره میزنه، جنریشن جدید اینا. آقا بریم داخل اینم ببینیم اگه البته چیزی باشه برای دیدن که هست. اولین بار خود منم میام توی این در عقبش کامل باز میشه، حتی میتونه کامپو اینو میندازم باش پایین. حالا بر اساس اندازش دیگه، این حالا اونقدر بزرگ نیست ولی در عقب برای جابجایی بار و پاراشوت هم دیدم میپره. آره این قابلیت رو داره، همه چیش هم اکویپه. این هم قسمتیه که همونجور گفتم صندلی های مثل مسافربری نیست، این پرپس نظامی داره و عجیبه این. آره این بوی داخلش هم که می‌بینی بوی این متریال و دوست دارم اینو، بوی قدیم میده. آره بوی قدیمه، تو هر موزه هوانوردی بری این بوی رو احساس می‌کنی داخل هواپیما. که داره برای رفتن تو کاکپیت. آره کاکپیتش یه ذره ارتفاع داره. البته اینجا آره یه هواپیمای فول کانونشنال و جالبه که می‌بینی هر دو طرف چیز داره، تراتل. چقدر جالب تراتلاش هر دو طرف. آره دو طرف سینکه ولی هر کی کار خودش رو میکرده دیدی، نمیخواسته مثلا وسط نبوده. البته نمیدونم این تراتل یا نه، چون اینجا تراتلش اینجا سنگار نمیدونم واقعا. آره. حتی این پراپ خب قابلیتاش فرق داره ولی خب آره تراتلش وسط همونه. آره این حالا یه قسمتی هم داره، چیزی هم اینجا من نمیبینم، فیول لیور یه هم چیز نوشته. این برم بگیرم ها. آره اینم یوکای بسیار سنتی، یه کورنو داره داخلش. اون جای انجینیرشه که حالا سی بی آر رو اکسس داشته. این کسی هم که این وسط میشینه دوباره این میومده توی موقع تیک آف لندینگ، جای که مثلا استرس کار و اینا زیاده، میومده توی اجاز شدن پراپ و تراست و اینا به اینا کمک میکرد. و جالبه این اگه اشتباه نکنم لندینگ گیر لیورشه که اینم باز دو طرفه. ببین اینسترومنت ها چقدر عجیبه، چقدر قدیمیه. گفتی هواپیما پودم واسه چند سال پیشه؟ 60 تا 80 سال پیشه. اوه. آره هواپیما خیلی قدیمیه ولی زمان خودش چیز خوبی بوده دیگه، حتی ودر رادار هم داره، یعنی خب خیلی این فیچر خوبی بوده. یه ودر رادار قاعدتا سیاه‌سفید داره که یه سری مشکلات ایجاد میکرد، مثلا یه سری پدیده‌های هوایی رو نمیشد تو این دیتک کرد ولی خب تا حدی کمک میکرده. آره تو خیلی حس و حال عجیبی باید باشه نه؟ دقیقاً کاملا متفاوته. حالا از همین قضیه میتونیم به اون سوالت برسیم که با هم صحبت کردیم، گفتی که مثلا اگه یکی خلبان باشه، خلبان سینگل انجین باشه یا یه آیدیای از اویشن داشته باشه میتونه یه هواپیما رو لندینگ کنه یا نه. من الان خودم مثلا خب 12 13 ساله دارم با هواپیمای مسافر برای پرواز میکنم، الان اینو دیدم خب دارم خودم به خودم اینو میگم اگه مشکلی بیاد آیا من میتونم یه هواپیما رو برسونم به باند؟ میشه همون سوالی که بهت گفتم، میتونم اینو تا حدی کنترل کنم تا دم باند ببرم ولی اون لندینگ چجور میشه؟ واقعا هر هواپیما هنر و آموزش خودش رو میخواد و با چه کیفیتی بره این هواپیما اوور اسپید بشه نشه، سالم رو زمین بشینه، واقعا هر چیز تخصص خودش رو میخواد. ولی یه سکه رو این هواپیما جالبه
این سویچ هایی که میبینی که گارد هم داره، مثلا این گارد ها رو میذارن که شما آن اینتنشنالی اینا رو پرس نکنی. این سویچ هنوز هم تو ایرباس 320 و هواپیمای جدید هست بدون هیچ تغییری. برای چه چیزی هست، فانکشنی هست همچین دکمه؟ الان خیلی جالبه، این هواپیما خیلی چیزاشو آلمانی نوشته، نه واسه هواپیما، ولی برای هواپیمای ما اینا مثلا برای قسمت کارگو اگر فایر دیتک بشه ما اینو پرس میکنیم اون فایر اکستینگویشر یا همون کپسول آتش نشانی که اونجا تعبیه شده به صورت اتومات شروع میکنه خاموش کردن آتش. فقط... بالا سرتو نگاه کن چقدر متفاوته. آره و چقدر اینسترومنت های چیز داره، گیج داره، یعنی اینقدر گیج و آلترنت جنریتور، حتی جنریتور الکتریکش هم به صورت گیج هستش. و خب حالا اینجا دو سه نفر هم اضافه بودن که تو این کارا خیلی کمک میکنن. تو اینجور هواپیمای قدیمی معمولا خلبان فقط پرواز میکنه، حتی اجاسمنت های موتوری هم توسط انجینیر انجام میشده. حالا اگر نیاز بوده حتی یه نفر عقب همونجور که میبینی اصلا اونجا رادیو پنله، اون کامیکیت میکرده و نویگیشن هم اون از اونجا فالوآپ داشته که همون قضیه نویگیتور و انجینیره، یعنی یه چیز همونجور که گفتیم شلخته، ولی خب دیگه مال اون موقع بوده دیگه، یعنی مال اون موقع یه سه جدید بوده، ولی خب میبینی خیلی همه چیز آشفته شلوغ. تاگل سویچ و یه کامبینیشن همه چی، تاگل سویچ، نمیدونم پوش باتن، همه چی رو این داره. فقط یه چیزی سرهم کردن که اون موقع پرواز کنه دیگه، به ابتدایی ترین ولی به کارآمد ترین شکل ممکن. آره شکل ممکن. به این قسمت رو اگه نگاه کنی دوباره یه ودر ریدار داره، یه سری دستگاه داره برای آیدنتیفای کردن وی آر و ای دی اف و حتی سویچ های کامیکیشن داره. این قسمت نویگیتور بوده و همچنین کامیکیت هم خودش انجام میداده، ولی یه سری سی وی های خیلی محدودی هم هست که برای موقعی که حالا فیلری چیزی باشه از این استفاده میکردن. اینم هواپیمای A11 کانسانه، تولید آمریکاست، برای سال 1942. یه هواپیمای تومن کروه که جالبه که ترکیه تعداد زیادی 127 فروند از این خریده بوده، یه حدود 40 سال هم برای آموزش خلبانای جنگنده و خلبانای نظامی ازش استفاده کرده. و این هواپیما تولیدش هم تا سال 1983 بوده که در همون سالی که تولیدش قطع شده دولت ترکیه هم به استفاده از این هواپیما پایان میده. این تیکم داخل این موزه است که خیلی چیز باحالی توش داره، حالا دیگه با جزئیات نمیرسم نشون بدم، ولی همونجوری که میبینید مثلا عینک‌های قدیمی مال 1940، دستکش‌های خلبانای قدیمی، عکساشون و اینا هست. و یه چیزی که محمد جلب توجه کرد برای من، این اتاق این وسطه، بیا با هم ببینیم اینجا رو. اینجا فکر کنم مجسمه بهترین خلباناشون رو گذاشتن، مال مربوط به جنگ یا هر چیزی. یکی از چیزایی هم که میتونه برای بیننده ها جالب باشه این خانم سبیا گوچنه که حالا اسم فرودگاه هم روشه، فرودگاه قسمت آسیایی. ایشون اولین خلبان جنگنده، یعنی هواپیمای جنگنده ترک بوده به عنوان خانم. 1937 1937 چقدر جالب، اسم فرودگاه سبیا گوچن از روی اسم ایشون در واقع اومده، اولین خلبان خانم جنگنده. حالا اینجا باقیه چیزا هم هست، مثلا اولین خانومی که پاراچوت مثلا با چتر اومد می اومده پایین یا باقیه چیزا، ولی معروف ترینشون ایشونه که اولی بوده. اینجا هم یه قسمت دیگه داخلی این موزه است که واقعا آدم دوست داشت که یه همچین سوله خودش تو خونش داشت. یا محمد آدم دوست داره همچین چیزی تو خونش داشته باشه. مثلا برای تو که کلکسیونری این چیزا خیلی جذابه. کلکت کردن مریضی منه. این نشیدی. مهموناتو ببر اینجا مشروب بخورم. واقعا زیباست. بعد جالبه که رنگا همه یه نقره‌ای خونساز تو کل محیط و یه دونه زرد اینجا کار شده که خیلی خوشگل و یه قرمز. این هواپیما یه چیز جالبی که داره، هواپیمای DH-89 Dragon Rapid، هواپیمای
نوعش بایپلینه، یعنی هواپیما دوزیسته، هم روی زمین هم روی آب قابلیت تیک آف لندینگ داره. هواپیما بسیار قدیمی، این مال سال 1936ه، ساخت انگلیسه، 8 نفرم سرنشین داخلش جا میشده. ولی این فیچر که هواپیما مثلا از روی آب بلند بشه بیاد روی خشکی بشینه و یا بالعکس خیلی جذابش میکنه. این قسمت هم ظاهراً لباس فرمای ایویشن از قدیم تا الان بوده، یا نیروی هوایی و دریاییشون. چقدر تر و تمیز چیدن باریکلا. و اینجا که خوراک منه، کلی ماکت تو سکیل های مختلف. این بده، اینجا قشنگ میتونم دیوونه بشم. احتمالا همه هواپیمایی که بیرون دیدیم اینجا ماکتاش باید باشه دیگه. اینم هلیکوپتر چیکساه، چیکاسا، مال تاریخ 1954. دو تا کرو داشته، 8 تا پسنجر توش جا میشده. پرپسش هم سرچ اند ریسکیو و کارگو بوده. 400 کیلو کارگو توش جا میشده و تولید آمریکاست. 8 تا فروند هم اینا خریده بودن ازش. آقا و این آخرین چیزی بود که اینجا حضور داشت. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم، خوش گذشت. منم دیدم این قدیمی‌ها رو. خیلی بیشتر. مرسی. آقا امیدواریم که بچه هم حال کرده باشن. ولی یه دونه هواپیمایی بخوای اینجا، فکر کن موزه داری خونت و یک هواپیما میخوای بذاری، چی رو میذاری؟ من بخوام یه دونه رو بردارم، محدودیت جا هم نداری. اون هواپیما چهار موتوره که برای ارتش بود، خیلی واقعا جالب بود. قیافش هم واقعا نوستالژیه. خیلی دیاره و اینا سلیقه خودم میره به سمت F16. ولی عجیبه آدم F16 تو موزه خودش داشته باشه. ولی اون چون هنوز هست، اون خیلی هنوز همه جا داره چیز میشه، ولی اون واقعا تکه.